سلمان. آره. سلمان این آروغش هم باید بگیرم؟ نه بابا چه آروغ؟ آره بنداز رو پشت دیده بزن به شوهر رو میتونم. چه گوجه؟ بیا. نصفش برای تو نصفش برای من بیا. نه خور بابا ما رو برگه. بزه حسش تر بیاد دیدم بخور. خسرو مریم بیا اینجا ببینم. دختر را بیاییم. بیا اینجا چمشی. خدای. دخترها دقت داشته باشی. این رامینگه و زنش که آمدن خیلی سنگین و موقر رفتار میکنی. مدت هاست بین این دو روستا هیچ بدبستانی نبوده. نبینم یه وقت باششان گم گرفته باشی نه؟ ای برو ایچ بچن. اصلا هر کاری ما کردم شما هم تکرار بکنی. اگه پرسیدن چطوری خوبی؟ بگی شما بهتری. اگه گفتم ماشالله چه دختری؟ بگین ماشالله به جانتان. اگرم خواستیم احیانا لبخندی بزنیم خیلی کوچکی کنار لبتان بره بالا بخندیم؟ لبخند بزن؟ بذار کمش کن. آه همین خوبه همین جوری. اگرم خواستین حرفی بزنیم خیلی آرام و شمرده باشه. خب اگه صدامانه نشیندن پرسیدن چی؟ چه بگیم؟ بگو پیچ پیچی، بگو آر پیچی، بگو داوینچی. برای بار آخر دارم به شتان میگم ازدواج بین ای دو روستا قدغنه. باید از چهره هاتان بفهمن که شما قصد ازدواج ندارید. یعنی چجوری باشیم دقیقا؟ این دمن انقدر قیافه قصد ازدواج ندارم به خودم گرفتم که همینجوری ماندم. برید پی کارتان. نبینم یا از کسی نشنوام که ادامه در آوردین. کل خونه رو گذاشتین رو سرتون. خاله تقصیر من نیست، تقصیر بچه‌های مدرسه. تیرکمون منو برداشتن پس نمیدن. امشب اصلا وقت این بچه بازی‌ها نیستا. مهمون مهم داریم مثلا. بچه‌های مدرس این وقت. شما همه بچه‌های مدرسین؟ بله. دیگه چاره‌ای نیست خاله جون، تو هم یه بار با اینا بازی کن. نه اینجا رو نیستین. برین اون وقت. برین اون وقت. بریز، دست نلرزه، بریز. اما بسه ها، شور نشه آب رو مانده. یکم یه بریز. عزیزم، رامینم من بزرگ کردم. غذا اگه کم ادویه بود. واسه چی میخندیم؟ من دارم اینم دست چی به برنج شما کاری ندارم. جانم، در خدمتم. بیای برنجه ببین چه می‌کنی. این قابلمه رو خالی کن. این برنجو برگردون. بیشتر از این بمونه، تدیگش می‌سوزه. دوست داری قالبی براتون درش بیارم که تدیگ و برنج به هم بیاد بیرون مثل رستوران های لبچری؟ می‌تونی؟ پوستینی رو بیار. آفرین. گوجنه. این خدایا. به امید خودت! برنج حرام کرد. همه خوشت. بابه نباشه پهلوان. ایشالله تو حرکت دو ضرب جبران میکنی. سلمان! سلمان کجایی؟ جانم اوکی بان. خودت به تکان بیا تو. یه امر مهمی در میانه. بیا دنبالم. دوستان و همراهان گرامی، من احضار شدم. این روش که تمیزه، بقیه بیر جمعش کنید، بقیهشو بریزی دور، شبه، هرچی کمتر بخوریم، سبکتر روشیم، راحتر میخوابیم. بخشید فعلا. آمدون ریخته. بگیر، جمعش کن. این غذای حرام کرد. بده منم، بیا. کاش شیرین خانم اینجا بود میدید آقا چه گندی زده. شیرین خانم داخله دیگه. مگه ندیدی کیوان اومد گفت امر مهمی در میونه؟ یعنی چی؟ چه امر مهمی؟
اذیتش نکن وحید. آخه تو چه لذتی میبری از این کار؟ باو شیدن گنون حقشه بدونه یا نه؟ شیرین خانم اون توه، اکثر بزرگای دهم اون توه. بعد یه کیوان میاد سلمانو برای یه امر مهمی صدا میزنه. آقا من اصلا مردم ازت فری برزگن، این یعنی چی؟ یعنی میخوام بله رو بهش بگم؟ لا این بچه باهوشیه خودش. بیا با بگن نه رو جای دور، من میخواییم با آقا سلمان صحبت بکنیم ببینیم چی میگه. سلمان اگه من منتظر شما ایم، جواب من یک کلمه است، یس یا نو. خدا چی بگم آقا نوری؟ اگر به قوه به قضیه نگاه بکنیم آره، چنانچه بالفعل بهش نگاه بکنیم خیر. چی گفت؟ سلمان جان روداری نکن، تا اونجایی که ما میدانیم در حال حاضر شیرین خانم نه بالفعل همسر شماست نه بالقوه. من ولی نظر شماست، ولی به اعتقاد من هر انسانی حق داره تو ذهنش دنیای رویایی خودشو بسازه. آقا ما کاری به داخل ذهن تو نداریم، ولی خارج او ذهنت به چه حقی اسم منو به عنوان همسر روی برگه وام نوشتی؟ بفرمایید این برگه وام من نیست؟ دست شما چیکار میکنه؟ دوست شیرین تو همون بانک کار میکنه، بهش زنگ زده گفته ای بی معرفت چرا منو برای عروسی دعوت نکردی؟ روسیا آقا نوری، روسیا؟ این وام فقط به متری تعلق میگیره، منم توش نسمم گم شده بود گفتم تعال مسنش صدر میشه شاید کلاه سرشون رد کنه. نخن سلمان نخن، موضوع جدیه. هیچ میدانی آقا نوری میتونه بابت این کار ازش شکایت بکنه ها؟ پوستش میتونم بکنم. شکایت برای چی؟ آقا دو تا جوان به هم علاقمندن، به جای بزرگتره بیان دستشون رو بذارن تو دسته هم و بهشون کمک کنن، در این تهدید به شکایت میکنین؟ چی به تو گفته که شیرین بهت علاقه داره؟ خودش برها برها به من گفته بهت علاقه دارم. خودش؟ بابا گیان به روح مامان اگه من یه همچی حرف زده باشم. نه 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 نه، خب قرار نیست که فقط به زبون بگیم، اگر ما باید چشم به هم حرف میزنیم در اوج سکوت. ادریس که 11 تا بچه داره حاضر نیست سر یکیشان کوتاه بیاد، چه برسه به من. نوردین جان 11 تا مال چند سال پیش بود؟ دقیقاً هر سال یه زایمان میکنه به عبارت الان حدود 13 تا بچه. نه خیر، یه آخری دوقلو بود، در حال حاضر فعلا 14 تا. ای ماشاءالله، فعلا چه دیگه؟ اولی دوقلو بودی آخری ها. با قول قدیمی ها میگه تا 15 نشه بازی نشه. البته دنیا داره مکافات نوری جان. سرکار وقتی پا میشی میری با او یارو رامینت لابی مکنی، یه همچی جوانی هم با تو زندگی تو پیدا بشه که زندگی در تحت فشار قرار بگیره. من با کسی لابی نکردم، چه صحبت یخه. اهل آبادی رای گیری کردن، رای دادن به آمدن رامین، تمام شد دیگه. شما فقط به این حرف هده این فزر رو برالود میکنی هم بکاوز. نوری تو چشه من نگاه بکن. آه. تو لابی نکردی؟ نه والله. تو لابی من آبادی نیستی؟ نه. نوری؟ چه حرف یخه؟ کی بود سلمان و وحید و پرستاده بالا بره و رامین ورداره ساکت و یواشگی بیارش تو آبادی؟ اولا این که اینا بعد از رای گیری رفتن سراغ رامین، بعدش من سه هیچ صحبتی نکردم، والله هیچ حرفی نزدم، اینا سر خود رفتن این کار کردن. بابا خودشان هم که اعتراف کردن آقا خالصه ایم خواسته رامین گرگره بزنه بعد خودش بیاد جلو شیرین پوز بده بگه یعنی ها یعنی من زدم. ای جنس خراب. ببخشی شما اینجا کار خاصی داری؟ نه من دیدم فضای حیات یه مقدار زنونه شد، مأخوذ به حیاتی که گفتم بیام داخل دیگه. خیلی خوب، اصلا من میرم تو حیات، وقتی شیرین نباشه هیچ کدام این بچه بازی هم اتفاق نمیاد. نه 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 نه، شما چرا؟ من میرم. سلمان خانه که به خاطر ابراز عشقش جونشو گذاشت واسه رفت رامین آورد اینجا. بهتون بگم از این لحظه به بعد دیگه نه سلمان رو میبینید نه یک کلمه درباره عشق و عاشق و ازدواج ازش میشنوید. همون عقی در به داغون به فکر شما است و برای شما خوبه. مبارکت باشه. ولی بذار شو بذار شو دستتو بذارم تو دستش. دستتو بده من. دستتو بذارم تو دستش. دستتو بده من. چه مکنی؟ تربیت پدرش اینجا وایساده میخوای دختر مدمه دست به دست کنی؟ آقا نوریم بذارین کارش انجام بده، نشکنین گروه این جوونو. گردنش میشکنه. بیا برو بیرون میده، بیا برو بیرون. بله که میرم، خلافه کردین، اصابو نخور کردین. تربیت اینه کن دیگه. هی در اگه میذاری خب یه دست مقدی همینجوری. خانم هوا آقایان، خانم هوا آقایان،
یک لحظه دلاتون رو بدید به من؟ زیاد وقتتون رو نمیگیرم. این جانب سلمان پیشور در حضور تک تک شما اعلام میکنم از این پس هیچ قصدی برای ازدواج و تشکیل خانواده نخواهم داشت. جوان اول روسته دیگر کیس ازدواج نیست. لذا این قد و بالا به صورت کاملا عقبند به زیر خط انتقال خواهد یافت. خدای شکرت نازل سلمان پیشور دیگر ادامه نخواهد یافت. آمدن شکارچی بزرگ داره میاد. بریم فوری عمل بشیم. بریم مرتب و حرم هم حرم اونها رو گذاشتم بیم بیرون بفرم. تکان نخورید. قدم از قدم بردارینا سر خره کج میکنم ایور برمیگردیم خانه. آه چی رخه مگه هاینا میخوام به رامین بگم پیاده شه. قبل اینکه بیاد پایین میخوام این سری چیزا رو به شدان بگم. بفرما. رفتار مشکوک ببینه دستش میره رو ماشه. حرکت ناجور بزنین دستش میره رو ماشه. حرف ناحساب شوه دستش میره رو ماشه. پشت چش نازک بکنین و زوان درازی بکنین چه میشه؟ دستش میره رو ماشه. آفرین. حداقل فاصله دان با رامین باید 2 متر و 40 سانت باشه. یه چیزی 2 برابر قد ای بحیر زشته خبر داری بکن. یعنی چی؟ من قدم 1.20 نیستا. من با این کاکلم حداقل قدم 1.65 دست خط دارم. از پزشک معتمد همه هم میدونن. ببین با من جر و بس و 1.2 نکو وگرنه دست شوهرم میره کجا؟ نماشه. سلام آخ نگاه کن اک چنین قد کشیدن. نگاه کن چه سک و سبیلی به هم زدن اینا. بزرگ شدن همه. آخ نقره نگاهی آبادی یعنی یه آجورش هم دست نزدن ها. همون طوری که بود هست. خیلی خوش آمدی رفیق قدیم. ولی قرار بود که دیگه مطلق گوینه نکنیم دیگه. نه دست من میره رو ماشه. دوردین جان اگر شما دست به ماشه بودی که منت منه نمی کشیدی. خشنگو بریکالله. ای همه نه ما با فصله میریم. خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. امرا میگم کمکت کنم. سفر بخیر. آخه تو مخوا کمک ما بکنی. 3 سول سبیل ای همش 1.5 میلیون هم بیشتر نیست. آقا یه حکایت یاده با من دلم بخوا براتان تعریف کنم. یه روز ما رفیم یه شکارگاهی. 2 تا خرس گرفتن دنبالم. خرسا؟ نه از این خرسای صورتی مورتی ولنتاین. خرس؟ آقا تو تنگ منگوریز ما دست اینا فرار کردیم. رفتیم رسیم لبه یه دره. نگاه کردیم دیدیم 180 متر. متر نه متر. متر دره. خدایا کمک چیکار کنم. نگاه کردم دیدم 2 تا خرس بایستادن تو پاشان. گلو تشنه 50 دشنه چیکار کنم. 2 تا زدم به بازو 2 تا زدم به زالو. تریدم رسیدم کف دره. بری کمک. خوش دمید.
بفرما. به جای تعظیم و عرض ادب بره ما داریم نره میکشی؟ این هارتورت تو آبادی چه بود؟ واقعا درست گفتن، از اون نترس که هیاهو دارد، از اون بترس که سر به تو داره. پسرم مجان، چه شد؟ سکوت کوچه خلوتت شکست سواره؟ اتفاقا در این زمانه بیرای هوی لال پرست، خوشا به حال قلاقای قیر قار پرست. ای مار مگز او زبانت های، خدا مگز شناد، گم مگز، کرم مگز. میگذم چون اصل مرغوبه، نه مثل تو که هم بگذم هم اصل مرغوبه. میانه به کلامش شکر. این شام منم محبت میکنی بکشم با خودم ببرم. من نمیخوام با این نال رفیق ما امشب هم قضا بشم. به من میگی میانه کلامش شکر؟ آره، هدف در همین حد بزرگ. میانه کلام شکر مگه بی ادبیه؟ درست نیست؟ نه نیست. شکر مگه چیز بدیه؟ نیست؟ نه نیست. باشه، پس گلاب قمزر دو آتیشه کاشان تو روح اول و آخره. تو میفهمی چه داری میگی؟ نفهم؟ به من میگی نفهم؟ تو خود در به درت نمیفهمی. مگه گلاب حرف بدیه؟ مگه شکر چیز بدیه؟ شکر؟ چطور شکر حرف بدیه؟ نه هم حرف بگیرم یا تو. ما باید با هم دیگه مهربان باشیم، دنه و خوشبیان باشیم، گوییم سخن فراوان بان که بیزه بانیم. ما اصلا نباید بریم سراغ صحبت های جانبی، فقط باید بریم سراغ صحبت میشم. این نفع کار کیه؟ کار من. اتفاقا یه سس خیلی خوشمزه ملسی هم داره، بیارم براتان. تو که آشپزیت ایجوریه، تایی نمیذاشین سر رای گرگگه، یه لیست که میزد تلف میشد. دی چه کار داشتین به شوهر من؟ یعنی چه؟ تو ایده همه عاشق شامیلفای منن. من کاری با اهالی آبادی ندارم. ایده باید به جزی شامیلفای چه چیزایی درست کنید؟ خوش آمدینم. جله، خورس خلال، ماست خیار. این شامیل لپا و این سه چهار قلمی که گفتی، اینا رو جلو دست شوهر من نمیذارینا. این کار کیه؟ این کار منه. آفرین، آفرین، آفرین. یه چی چیزایی درست کردی؟ چیم کار منه؟ بیشان باش، هیچی اصلم عزیزم. اینا کلن بد قضان، هرچو بذاری جلوش هم یه ادایی در میاره. این کاره امیختر، آفرین. حالا چشاته ببند، دستاته بیار جلو. میخوام 15 تا زانو بلند بزنی، این زانو بخور اگف دستت بینم چه رو کنی؟ زانو بلند بزنم وسط حیات؟ وقت مردم نمیگن دختر یک تختش کمه؟ نه برو باید ببینم، برو باید ولی کاش میذاشتی بزندش، خیلی پروه. علشکو این خودش هم زود عقب نشینی کرد، زود عقب کشید، دوا نشد. نگاه نگاه چه ادایی هم داره. حبا باشدش درد نکنه، عجب حالی میده. این فلان جان کارش حرف نداره، کارش داره. ایاد بده تنسیه که اخو گوزفنده بیارم تو خانه. باشه بزن که ببرش هم که ببرش. این نمایش بگیرش بگیرش بگیرش. اینجاست؟ این قوانجه بابا. میگم وعید جان، تو سه چهار تا زالو نداری برای ما بندازی؟
ما تو کار ضروری نیستیم. نه. حالا اگه منزل تشریف بیارین تخت مخصوصم هست. هر نوع ماساژی هم بخواین در خدمتم. ماساژ سوئدی، شیاتسو، لنفاوی و ماساژ عمیق. البته دیگه بستگی به مشتری داره، ولی جلسات اول کم عمق برگزار میشه اکثر. پس شما علمی کار میکنی؟ بله. نمایی جان فردا ساعت 2 وقت داری؟ فردا؟ بله 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 حتما، ولی ترجیحا نمیگن. من میگم که بعد نهار مساج اصلا صلاح نیست، بهتره نگیری. نه قضا نخوردم میام، نگران نباش. ببین بایی جان من برای چیزی که خوشم بیاد خرج میکنم ها، پول خرج نمیکنم ها. پس چه خرج میکنی؟ پول پول خرج میکنم. آره پول ده به رخ ما نکش، نو کیسه پول 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 شو. تو هم بیا به تمر سر جاد، تا آدم جدیدی هم میبینی میپری رو پشتش و میخوای آبلنبوش بکنی. بابا آبلنبوش چیه؟ کار من اینه، دارم آروماتراپیش میکنم خیلی سرم. یه ریال، فقط یه ریال او ده بالا بخوای توی آبادی خرج بکنی، نکردی گفته باشم. یادت که نرفته تو پالاشایی میبردی باره پشت بام جلو آبتاب خوش میکردی، روز بعد دمش میکردی میدادیش خورد که ما، حالا الان داری پول پول بده ما بکنی؟ جمعش کن. اتفاقا افتخار من اینه که از تو پالاشایی رسیدم به کاپوچینو. روباگا دستش به انجیل نمیرسه، میگه نارسه خاله. اجازه بدین یه لحظه، اجازه بدین به من گوش بدین. من فکر میکنم که این درگیریه بین دو تا بعد یه بهتر به شکار گرگ ربطش ندیم دیگه. این مجرا واقعا باید دیگه تمام بشه، دیگه خیلی دیگه زیادی شده. اصلا یه نفر یه چیزی بگم، میگن یه نفری دشتی دن از این پزله هست میچینه کنار هم دیگه، یکی از اینا درست میکرده و بعد از 2 سال تمامش میکنه. بعد از 2 سال کلی خوشحالی میکنه و میان بهش میگم مرد حسابی 2 سال طولش دادی، به چه انقدر خوشحالی؟ میگه آقا پشت جعبه رو نگاه کن، نوشته بین 3 تا 7 سال. خب چیز دیگه نخواستم یکم یخ جم آب بش کیوان گن پیدنه و شور بده بزیعت انجام بده. خیلی وقت مره شکر زده نکردی. باشا با باشا چرم من الان مدت خواست که اجرا ندارم، ولی چون آقا نوری فرمودن چشم. بله خیلی قشنگ توجه بکنی. تو آستینشه زهر و ماره، تو آستینشه من کنو شروع نکردم. اصلا فرض بگو تو آستین من باشه، تو با دست من رو بکنی، مگه من پدرت نیستم؟ من معذرت میخوام، شما پدر منی. شما ادامه بده. خب دوستان خوب توجه بکنین. این یه اسکناسه، خوب توجه بکنین. خوب توجه بکنین، نه چشم بنده نه جادو. ای بری کلا، ای بری امام امام با انداخت پشتش، من دیدم پول اونجاست، پشتشه. پشتشه یعنی چه انداخت پشتش؟ پاشم من تو جیب خوده درش بیارم؟ ها؟ پشو دیگه، هره پشو برو برو هم کمان پشو بینم. بفرمایید. این 10,000 تومانی مال خودمه، 5 تومانی بود طولش بابا. این من کار کردم بابتش. بابا مال خودم. بله یه شعبده 5 تومن برات کار کرد. شعبده بازیه دیگه. آفرین آفرین، خیلی جالب بود آقا کیوان. این هنرت قرار بود ادامه بدی، پیگیری کردی یا نه؟ بله پیگیری کردم، ولی همه میدونی که این روزا به هنر اهمیتی داده نمیشه. واقعا حمایت نمیکنن. من حتی پیشنهاد از خارج داشتم خب، اما غیرتم قبول نکرد پرچم کشور خارجی را به اعتزاز در بیارم. بود به غیرت از خارج. شنیدی چه گفت؟ به این میگن ارق به وطن. مثل بعضی ها نیستن که وریا چه شبری براشان نازک بکنن، قانون آبادی خودشان بذارن زیر پا و برن با ده بالا وصلت بکنن. دهن منه واو نکو پسرم من. تو خانم خدا بیامرزت 15 سال خودت بزرگتر بود. برای که بری اون بگیری حرف ریش سفید و گیس سفید و یه آبادی کوبیدی زمین، وقت چطور انتظار داری که من به یه دختر جوانی که خودم 15 سال کوچیک‌تره نبگم؟ ها؟
حالا چرا؟ که یه شب آقا کاووس شام زیادی خورده، قانون گذاشته با دخترهای والاده کسی ازدواج نکنه. درست؟ اولا که من خیلی وقت شام نمخورم. وحید یک کلمه حرف بزنی اخراجت میکنم. چیزی نگفتم. ثانیان این تصمیم شورا بود، نه تصمیم کاووس. داشتن دختره آبادی هم میفرستادن آبادی بالا برای ازدواج. یاد رفته؟ در ازای هر 10 تولدی که اونجا اتفاق بیفتاد تو آبادی ما فقط یکی، اونم به زور. بله اونم مربوط میشد و آقای دیست. ممنونم نوکردم. من همون موقع به شما گفتم هر قانونی باید یه استثنایی داشته باشه. آقا نوری به شما نگفتم؟ مگه یادت نیست؟ شما مگه یادت نیست؟ به مرحوم محرقا خانمم گفتم. من یقل علم عزیز کن بذار آخر جلسه. نه فقط و من یقل شما گفته بودو همه ادامه بدین. آقا گفتم قانون باید منطق داشته باشه. من هم زحمت ایدر نکشیدم با یه اصله و 4 فشنگ جلوی یه گله کفتار همه گرفتم. کفتار نه ها. پس چه؟ کفتار ها ایتونی دنی باز آمار میزن مرگ خروس ها میامدن شب میگرفتن پاک و پاره میکردن میبردن. من همونم که مسیر خرسای گرسنه با یه تیرکمان و 3 سنگ عوض کردم از این روستا برن روستای دیگه. خرس نه ها. خرس ای آفرین آفرین. این خرس گفتن لایق انعام. بیا قربان دستت. حالا به ما بگید ببینم تا وقتی رامین بود کدام گرگ جرأت میکرد تو ای آبادی جوران بده ها؟ شما جوانا بگید ببینم. هیچ گرگی با پیرم. مگه تو جوانی که جواب میدی؟ آره ها؟ بده پولا بده ببینم. اونا بده بیاد ببینم. آقا رامین من سن سالم زیاد نیست، من کارم سنگینه، یکم قیافم شکسته شده. آره جان خود. آقا رامین من یه شعر براتون گفتم، اجازت بگم؟ بله بفرما. هر چند گرگ درنده است، آقا رامین فود برنده است، فکر میکنه زرنگه، رامین فود باهاش میجنگه. آفرین آفرین آفرین، ای لایق انعام. نه تو نه بگی بده بو بده بو بده بو دست در نمیده. شعر کوتاه بود ولی آفرین، خیلی قنجمجو جمجور و قشنگ بود. آقا به افتخارش یه دست نه اجازه بدین، یه لحظه اجازه بدین. آقا من میگم که این صحبت ها دیگه باید جمع بشه و تمام بشه. ما باید واقعا این مشکلات گذشته رو فراموش کنیم، فقط به زمان حال بپردازیم. بله. آقا نوری فراموش کردیم بابا، ما هم گذشتیم. اگر نگذشته بودیم الان این خائن اینجا نمی نشست. بله پسرم تا من خائن جلوه ندی که تفنگ دستی همسالتو نمی افته که 3 تر 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 های تیر بندازی بزنی به در و دیوار و سیخ و سپایه. تیر ناختن مغز قوی میخواد، بازوی ستبر میخواد، زانوی دلاور میخواد. صدات سر من نکه سو تپام. یه سوت بزنم علا آبادی میرزن سر دو گوشت چرکده در تحبیل من میدن. رامین خان دورت بگردم، شما یه نگاه به صورت من بنداز. واقعا این صورت یه آدم دمبخته؟ من مایی 180,000 تومان قسط کرم ترمیم کننده پوست میدم. آقایی کنم شب این گرگه رو بزن، بلکه شادی پس از مدت ها بیاد تو کوچم. ای بریکالا چقدر قشنگ بفرین. اجازه بده ولی یه شرطی داره. وقتی میخوام یه اسلحه مسلح کنم ای آقا باید پشتش به من باشه. آقا تو هم رضایت بدی دیگه. اینم الان لج بکنه بگم من پشت منو میکنم به تو مسئله میشه. آقا تو اینه مسلح بکن بریم انجامش بدیم بره پی کارش تمام بشه قال قضیه رو بگم. آقا تو ندیدی نقره خانم چه گفت؟ من اگه قاطی بکنم چه میشه؟ ولی الان همچین قصدی ندارم، اما مسلح کردن ای یه قلقی داره، فوتوفن خودش داره. نمیخوام بعضیا نگاه کنن فردا پس فردا بگن من خودم از اول میدانستم. درست. کاووس تو زادگاه پدری خودش هیچ وقت پشت به هیچی نمیکنه. اینا گفته باشم. پس ها درودی دیگر به درود. رامین خان آقا جون ولی عجور من این همه دنگ و فنگ کشیدیم شما رو بیدم. این همه دنگ و فنگ کشیدیم شما رو بیدم.
یعنی چرا متوجه اوضاع نیستی؟ گرگ آبادی رو گرفته. فقط به احترام خود. درود بر او شرفت. آقا قبول کرد. قبول کرد. قبول کرد. قبول کرد. اما کاوز شما تاریخ این عبدی از نو نمیشه ای بری کلا حالا قضیه رو بکنیم به رفعه کارش دیگه داری به چه نگاه میکنی؟ اما کاوز برگرد سرت بکن اون بری پش کن پش کن پش کن کاری داشت تمام شد به شب نشینی خرچنگ های مردابی چگونه رقص کند ماهی زلال پرست رسیده ها چه غریب و نچیده می افتند به پای هرز علف های باغ کال پرست باغ کال پرست واقعا درست میگی چرا باید یه رسیده مثل من قریب و نچیده بیفتم من گفتم؟ آره دیگه الان درشه میخوندی آها من شعرشو خیلی بلد نیستم فقط ریت میشه دوست دارم تو شام خوردی؟ آشپزخونه بونگردی باز الان؟ بدونم بایی تو نمیخوای بری کجا برم باید ذهن آشفته؟ من به تو پناه آوردم نیم ساعت نیست که رسمت پیان نسل خودم رو اعلام کردم بعد تو به من میگی برو عزیزم من که راهنمایی کردم گفتم تو نیاز داری به این که تو دو ساعت به خود خلوت کنی بعد ریکاوری میشی زندگی در جریانه انگارم نه انگار که آدمی سلطانی من نمیتونم سامان مرد خانواده است سامان مرد تولید مستم نمیتونم این چرا صدای مرگ میده؟ آخه تخت خواب فنریه دیگه طبیعیه تخت خواب فنری که صدای قیج قیج نده مثل زودپسی میمونه که صدای فس فس نده آقا من به 72 ساعت رو براه نمیشم امشب یک چیزی درون سلمان فرو ریخت دقیقه نمیدونم چیه ولی مطمئنم که فرو ریخت اگه بفهمی چی درونت فرو ریخت حله میری تو خلوت خوده؟ ولی والله تو میتونی کمکم کنی؟ ببین تو یخت بر من توضیح بدی که یعنی چی فرو ریخت درونت من کمکت میکنم والله آخه چطوری بهت بگم؟ یه چیزی شبیه یک پایان بدون آغاز یک سلام نیمه کاره یک جاده بی انتها ببین سلمان جون میدونی چی چیه؟ شاید اصلا تو قسمتت اینجوری بوده اما مجردی لذت ببر منو ببین نمونه بارز یک مرد مجرد موفق آخه تو قیافه میافه نداری اما من همه چیز تمومم من در این خشونت جذابم در این مهربانی سلطانم از همه مهمتر من گاو دارم تنها مرد گاو دار این روستا منم ببین اصلا میخوای من با آقنوری صحبت کنم چه با آقنوری صحبت کنه مطمئن باش که حل میشه و اگه تو کلاهت پیش کاوس پشم داشت به خاطر یه مور پای مجوزت نمیرفتی به دخترش قول ازدواج بدی اگه اینجوریه تو اصلا ما چیش اومدی پیش من این درد دل تو برو با کسی بکن که سرش به تنش بیارزه سلمان جون من خوابم میاد بی پشت بر خونتون منتظر کسی هستی؟ من؟ نه چطور مگه؟ آخه تیپی زدی و شمعی و گل و روزی و نه ببین این شمع و گل و روز جز لایف استایل زندگیمه سلمان این نباشه دلم میگیره ای بلا پس بذار من امشب اینجا بخوابم دست در نکنم سلمان خان نوکر پدرتم بهترین اتاق بومگردی رو باید میدم اتاق مخصوص ماه عسلمونه داری نمک به زخم میپاشی؟ اتاق ماه عسل به مجردترین مرد جهان یه ناامید کاش مادرم بود تشنه محبتم انا بیشتر از هل نصف به نوازش احتیاج دارم من یه بدبختم یه بدبخت موسیقی
زلاخی بخوره تو شکمت. هی تو لااقل اول گرگه بزن بعد بشین تا صبح بری خودت بردن بارو. آخه من نمیدونم چه کندنی یه ماشه چقدر زمان میبره. نگاه کن این کی داره از زمان برای ما حرف میزنه. آقا ولین جانم رامی گفتی امو کابوس چند تا تیر انداخت برای گرگت توی 4-5 ماه؟ ای دملاق آمیرو مانا پردیم زبو خجالتی نکش 410 تا گوله انداخته ها 410 تا نه 410 تا 11 تا نارنجک فقط منده بگی تانکی بیاره درسته ها؟ والا همین حدوده بود فکر کنم شد تیراندازی خیلی انرژی میبره عمو کابوس. بعد شغل معدن دومین کار انرژی بر دنیا تیراندازیه. آره میگن چیکار داری میکنی؟ چیزی ندیدی؟ اون گوسفنده بدبخ الان یه ساعت اونجا آواره داره میچرخن دیگه باید سر و کله گرگه پیدا شده باشه. باهوش آقا نورالدین مخصوصا الان که گوسفنده رو ول کریم امان خدا اونم بدون محافظ شک میکنه دیگه. راست میگه خیلی باهوشه. من هوششو دیدم یه جوری دور من علامت گذاری کرده بود انگار شرلوک هولمز کروکی کشیده. آره والا سفیده هاریه. وای پیداش کرد. سبکو یه دیگه بابا بچم او بره سفیده مال کی بود؟ مال منه چطور مگه؟ گرگ بردش. خب برشی نزدیش؟ بابا تمرکزش به هم نزن دیگه ایشالم امید حق علیه باطل این دیگه آخرین تلفت شده ایشال. او شاخداره مال کی بود؟ اونم مال منه. اونم برد. او زنگوله داره چه؟ اونم برد. آری آنوری میگه آری عمو کابوس بدبخ شده. خسته نباشین رامین هود. واقعا تو اگر سینما میامدی دم درش باید بلیت میگرفتی لااقل. آقا کابوس گرگه کلاخ نیست یه جا وای نمیسه خیلی زبر و زرنگه گوسفنده های یکی یکی این باقلوا میندازه بالا و بدش خیب میشه. دمش گرم. امیدوارم تا آخر عمرتون همینجوری سر کارتون بذاره. نمیکشنش که فقط یه تیر میزنن بیهوشش میکنن همین. راست میگه رامین خان. ما خودمان این چیزایی میدانیم. ما اگه میتونستیم گرگه بزنیم به شما زنگ میزدیم. منطق چه میگه امو جان؟ من اگر میخواستم تر و تر مثل بعضی های تیر بندازم الکی که نمیشدم رامین فود. شما یه سرچی تو اینترنت بزن نگاه کن بین صفحه رامین هود میاد بالا یا رامین فود. دخترم من که با یه تیر خطا ناختن رزومه خود من خراب نمی کنم. بزنان چی کار باید بکنیم؟ تیر اندازی نمی کنیم؟ من وایسی میگه چی کار؟ مردم آبادی چه به شدان گفتم؟ اینا از ده بالا میان نان نمکی آبادی هم میخورن هیچ کاری هم برای من انجام نمیدن. در اوج ناامیدی تنها ما میذارن و میرن. آفرین عمو کاووس این حرفش باید با آب طلا بنویسی به افتخارش. اینه بدانیم که قلب هیچ کس برای آبادی نمی تپه مگر او کسایی که در او دوران سخت ای آبادی را ترک نکردن و ماندن. واقعا جنگیدن.
عمو کاووس فدای همه شما. پس اونایی که با اخراج دائمی رامین از اینجا موافقن دسته پینه بسته شانه بیارن بالا. نشنیدین چه گفتم؟ اونایی که موافقن که برای همیشه از اینجا بره دسته پینه بسته شانه بیارن بالا. خجالت بکشین. همین چند لحظه پیش من داشتم حرف می‌زدم، شما برای من دست می‌زدین. دست زدن هزینه نداره. بازم می‌خوای بزنیم؟ به جان تنها دخترم ما کاووس، دیگه من با شما حرفی ندارم. کاووس مرد. کاووس اصلا در تمام قرون نه وجود داشته نبوده. یه اولاقی بذاری جاش. آیا با دیگه داری پا تا گلیمت دراسر میکنی ها؟ بابا من حرف بدی نزدم که، گوسفندای هم میگم. میگم باید یه حیوان سنگین تری به عنوان طلب بذاری اونجا که تیکه پارش نکنم، مثل یه اولاق. گذاشتیم آقا گذاشتیم، منتها تا سر ما رو برگرداندیم خورشتی برای ما خوردش کرد. خوی گاوی پیدا کنید، گاو نفسش هم میگیره منم تیر آخره پشش میزنم. گاو من کجا بوده؟ تو این ده اصلا گاو نداریم. یعنی تو این ده یه گاوی هم پیدا نمیشه؟ نه نداریم، نداریم اصلا. چرا دیه؟ یه دانه هست، ولی خب صاحبش جانش به جان گاوش وصله، یعنی اصلا اینی میتونیم بریم طرفش. خب بالاخره میشه باشش مذاکره بکنی که کی هست؟ نه آقا اصلا بحثش نکن، یه ساعت پیش با هممان قهر کرد، یه جورایی از هممان متنفره. حالا کیه؟ اسمش چیه؟ اسمش چیه؟ من میشناسمش؟ سلمان، سلمان پیشاور. دست درم نکنه، دمت گرم، خیلی خیلی قشنگی، هرچی نگهش میکنم کیف میکنم. سلطان جان، گفتی از اینجا قهوه رو میریزم، از اینجا آب میریزم، وقتی این دکمه رو زدم خودش قهوه عمدون رو تحویل میده. دقیقا همینطوره، خدا میدونه این الان تو بازار 5 میلیون پولشه. سلطانی میگم اگه ناراضی نبرمش، من اون بیشتر به خاطر سردردی جانتن میبرم، میگرن داره. نه عزیزم راضیم، تو فقط برو، اگه مشکلی هم داشتی به خودم تماس بگی، من بهت میگم با چیکار کنی. دست در نکنه، ولی عجب تکیب بکلاسی شده مردی که قید ازدواجش رو زده گرگر بزنه. ولی اصلا نترسی ها، خالم به جاناتان نمیافته. آقبن به چیزش نمیشه. یعنی رامین به جای شلی کنه که جانتن وایساده؟ یه جورایی بله، ولی خب مهم اینه که تیرگنه رو بخوره به گرگه. هیچ اتفاقی برای جانتن نمیفته، خیالت راحت. خیال راحت، خبر راست. اصلا نگرانم.